از مستاجری خسته شدی؟ دلت میخواد تو خونه زیبا رویایی خودت زندگی کنی؟ خیلی از ماها توی خونه زندگی میکنیم که به دلایل مختلف ازش راضی نیستیم. این روزا خریدن خونه واقعا رویا شده، مخصوصا توی کشور تورمی مثل ایران. اما چطوری میشه تو همین شرایط تورمی شخصا خونه دوم خودم رو یه ماه پیش خریدم؟ تو این ویدیو بهت یاد میدم چطوری با استفاده از قانون جذب و ارتعاش کمتر از 6 ماه خونه رویایی تو جذب کنی و توش زندگی کنی. سب کن ببینم یه چیزی یادت نرفته؟ ویدیو رو لایک کن، برو که بریم. خونه ها مثل موجودات زنده هستن، مثل ما آدم ها انرژی دارن. جالبه بدونی که هر خونه ای انرژی خاص خودشو داره. این یه ذره با مفهوم فنگشویی هم همخونی داره. فنگشویی علم باستانی چینی به ما یاد میده تا با تنظیم انرژی محیط اطرافمون زندگی بهتری داشته باشیم. با استفاده از اصول فنگشویی میتونیم با تنظیم رنگ ها، چیدمان وسایل و حتی جهت قرارگیری مبلمان انرژی مثبت رو به جریان بندازیم و توی همه جنبه های زندگی از سلامتی و روابط گرفته تا ثروت و موفقیت پیشرفت کنیم. برای جذب خونه رویایی قبل از اینکه شروع کنی توی املاک یا دیوار دنبال خونه بگردی، اول از همه از خودت بپرس چه جور خونه ای میخوام. معمولا وقتی این سوال از خودت میپرسی یه تصویری توی ذهنت شکل میگیره. به این تصویر پروبال بده، جزئیاتو ببین، مثل یه معماری که داره نقشه ساختمون رو توی ذهنش طراحی میکنه. چند تا اتاق خواب داره؟ آشپزخونه کجاست؟ کدوم محله است؟ حتی تخیل تو بیشتر از این گسترش بده. میخوام وقتی به خونه رویاییت فکر میکنی فقط به یه خونه قشنگ با وسایل لاکچری و زیبا فکر نکنی، بلکه انرژی و حس و حال خونه را هم ببینی. ممکنه بعضی خونه ها به نظر خیلی زیبا و رویایی بیان اما انرژی منفی داشته باشن و برای ما مناسب نباشن. به همین دلیل خیلی مهمه که با انرژی خونه ای که میخوای هماهنگ بشی. اول از همه میخوام یه ایده واضح از خونه رویایی داشته باشی. این تصویر میتونه از روی عکس‌های اینترنتی، توی وبسایت‌های مختلف، مجله‌ها یا حتی تخیلات خودت باشه. یا زمانی که داری پیاده‌روی یا رانندگی می‌کنی، چشمت به یه خونه می‌افته و خوشت میاد. هر چی این تصویر واضح‌تر باشه، بهتر می‌تونی روش تمرکز کنی. کنارش مهمه که به این خونه احساس خوبی داشته باشی، نه فقط یه چیز لاکچری دور از ذهن باشه برات. مثلا اگه شک داری که میتونی یه خونه 300 متری توی پاسداران تهران داشته باشی، کافیه یکم واقع بینانه بهش نگاه کنی و یه خونه کوچیکتر انتخاب کنی که احساس راحتی بیشتری باهاش داری. چیزی انتخاب کن که باور داشته باشی برات امکان پذیره. این تصویر رو چاپ کن و هر جا میری همراهت ببر، یا میتونی روی دیوار و اتاقت نصبش کنی، یا به شکل یه عکس دیجیتالی بذاری پس زمینه گوشید، یا حتی روی تابلوی کائنات یا ویژن بوردت بچسبونیش. مهم اینه که هر روز بهش نگاه کنی و همیشه جلوی چشمت باشه. حالا هر وقت که بهش نگاه میکنی با خودت تکرار کن: من لایق بهترین ها هستم و خونه رویاییم به من تعلق داره. من از داشتن فضایی امن و دلنشین برای خودم و خانوادم بسیار سپاسگزارم. من به فراوانی و نعمتهای بی نهایت جهان باور دارم و خانه‌ام گواهی بر این فراوانی است. این کار باعث میشه ذهنت برنامه ریزی بشه و باور کنی که میتونی به خونه دلخواهت برسی. یادت باشه دیدن یه ارتعاشه. وقتی چیزی رو میبینی و روش متمرکز میشی، ارتعاشت با اون خواسته هماهنگ میشه. با تکرار این فرایند به جهان هستی نشون میدی که آمادگی دریافت اون خواسته رو داری. خیلیاتون ممکنه از مکانی که توش زندگی میکنید زیاد راضی نباشید. به جای گفتن مشکلات و شکایت کردن پیش دوست و آشنا از خونه فعلی که توش زندگی میکنی، باید روی ویژگی های خونه ای که میخوای تمرکز کنی، مثل دکوراسیون زیبا، فضای باز، نور خورشید یا هر چیزی
که دوست داری. باید ذهنت 100% درگیر خونه‌ای که آرزوشو داری بشه، نه محیط فعلی که توش گیر افتادی. این مهمترین بخش کاره. امیدوارم منظورمو متوجه شده باشی. حالا که تصویری از خونه رویاییمون داریم، وقتشه که به صورت فیزیکی وارد ارتعاش اون خونه بشیم. چطوری؟ خیلی ساده. از خونه‌ای که خوشت میاد ازش بازدید کن. حتی اگه فعلا توانایی خریدشو نداری اصلا مهم نیست. فقط کافیه بری و خونه رو ببینی. چرا بازدید خونه ها اینقدر مهمه؟ چون وقتی وارد خونه میشی که شبیه خونه رویاییته، انرژی اون فضا رو حس میکنی و ناخودآگاه با اون انرژی هماهنگ میشی. خیلی‌ها به خاطر خجالت یا پول نداشتن از انجام این کارا خودداری میکنن. اما اگه جسارت به خرج بدی و از خونه‌ای که می‌خوای بازدید کنی، به خودت ثابت می‌کنی که به خواستت باور داری و آماده پذیرشش هستی. کافیه خجالتی نباشی و از بازدید خونه‌ها نترسی. وقتی وارد خونه میشی، با قدردانی و شادی به اطرافت نگاه کن و از جهان تشکر کن که این فرصت رو بهت داده. حتی می‌تونی تصور کنی که داری تو اون خونه زندگی می‌کنی. خونه‌های لوکس و زیبایی که دوستشون داری رو پیدا کن، با مشاور املاک تماس بگیر و بهش بگو که میخوای خونه رو از نزدیک ببینی. بازم میگم حتی اگه توانایی خریدشو نداری، این تماس باعث میشه که تو ارتعاش اون خونه قرار بگیری. با این کار به جهان نشون میدی که برای رسیدن به اون خونه آماده ای و فرصتهای جدید و ارتباطهای جدید رو به سمت خودت جذب میکنی. حالا که از خونه رویاییمون بازدید کردیم، وقتش که یه قدم جلوتر بریم و تجسممون رو به واقعیت نزدیکتر کنیم. چطوری؟ ممکنه این مرحله به نظر یکم عجیب برسه، اما باور کن نتیجهش ردخور نداره. ازت میخوام یه کاری بکنی. زمانی که برای بازدید خونه میری، به محض اینکه تنها شدی، گوشی تو بردار و یه فیلم کوتاه از خودت بگیر. اگه خجالت میکشی جلوی مشاور املاک ویدیو بگیری، از یه فرد دیگه مثل دوست یا آشنا بخوا که باهات همراه بشه. زمانی که دوستت داره با مشاور املاک صحبت میکنه و سرشو گرم میکنه، میتونی از خودت و خونه ای که میخوای فیلم بگیری. خیلی کوتاه، حتی 1 دقیقه هم کافیه. تو این ویدیو میتونی بگی سلام، من اسم خودت رو میگی هستم و این خونه رویایی منه. میتونی بعدم روی ویدیو موسیقی بذاری و اثرش رو چندین برابر کنی. چه اتفاقی میفته؟ این ویدیو به عنوان یه مدرک فیزیکی برای رسیدن به خواستت عمل میکنه. هر وقت که بهش نگاه میکنی یا بهش گوش میدی، انرژی مثبت و هیجان اون لحظه رو دوباره تجربه میکنی. با تکرار این کار، ارتعاشمون با ارتعاش خونه رویایی که میخوایم هماهنگ میشه. سعی کن هر روز به مدت 60 روز این ویدیو رو تماشا کنی و بهش گوش بدی و هر بار احساس شادی، خوشحالی و قدردانی داشته باشی. بهت قول میدم از نتیجه این کار شگفت زده بشی. کنار همه اینها، قدم‌های عملی کوچیک بردار. مثلا حساب پسنداز برای خرید خونه باز کن یا در مورد وام مسکن تحقیق کن. اطلاعاتت رو توی زمینه‌های مختلف بروز کن. ممکنه تجلی خونه رویاییت زمان ببره، اما ناامید نشو، به روند کار اعتماد کن. یادت باشه که تو لایق اینی که توی خونه دلخواهت زندگی کنی و اگه تمریناتی که بهت گفتم و انجام بدی، بهت قول میدم سریعتر از اون چیزی که فکر میکنی به خواستت میرسی. حتما توی کامنت ها به هم بگو زمانی که دوستت داره مشاور املاک و سرگرم میکنه که از خودت فیلم بگیری، چه اتفاقی افتاده؟ مطمئنم تجربه جالبی میشه برات. حدس بزن چی؟ قرار ویدیوی بعدی منو توی خونه رویایی خودت ببینی. مثل همیشه دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.